ترکیب اصلی بود. خب بریم سمت آزمایشگاه برق. اینجا بچه ها راهروی آزمایشگاه های برق زیرزمین راهروی بی. الان هم میخوام بریم داخل یکی از آزمایشگاه های فور مدرن برق بشیم. اینجا باشم برده. اینجا چی جایی ما را بردی؟ I don't know bro. اینجا هم اینگه ایستو برد میکنی؟ شو شو در بردی دیگه. Shut up. ببین خب Oh jeez. رسیدیم به اتاق پروژه. همونجوری که میبینید مربوط به کارهای الکترونیکی هست. سردش مشخص اینجا معمولا درش بسته، باید همایی کنیم با بچه های بالا واسه ورود به اینجا. همونجوری که گفتم واسه انجام کارهای الکترونیکی مثل لین کردن سیم و چه میدونم ساختن مدار، انجام پروژه های PCB که در اندر کلاسش برگزار میشه میتونید اینجا استفاده کنید. سیمای استفاده که رو میز میبینید گذاشتم مهندسین عزیزمون، اونم که مدارهای الکترونیکی بسته شده، اینم قطعه های مقاومت و صرف و این چیزهایه. یه نمای کلی هم از اتاق داریم. میتونیم بریم. از اتاق پروژه که خارج شدیم بریم سمت کانون روباتیک. فاصله چند دانه ما هم ندارم. اینجا کانون روباتیکه که درش هم میشه طبعه سطنان داره و میتونیم سطنان کنیم و پیشبار داشتیم امکاناتش هم استفاده کنیم. کمکم بیم که از این بابل ترسنان که هم داخل خارج بشیم با اجازه فست بزنیم. میدونم دوست داری یه فست بزنیم بزنیم. خب دوستان زیر زمین مخوف اونم که تهی کردیم، حالا میخواییم بریم سمت راه سی و از اینجا هم یه بیده بکنیم. اینجا شاهراه اصلی نقل انتقالات مهندسی از همون در ورودی تا همینجا که نقطه های مهم بشن چهار تا آمفی‌تئاتری که مزین شده به نام بزرگان ریاضی هم از خوارزمی و بوزجانی و اون دو طرقه هم که آقای بیرونی هستند و آقای خیام. نکته خاصی دیگه که اینجا نداره فقط داره این آبسرکن جز آبسرکن محبوب منه، معمولا لیوان داره به خاطر هم جز آبسرکن محبوب منه. آبسرکن مهندس اغلب لیوان نداره. و اینجا هم که در ورودی بوستان دومه که زمستون ها برای اینکه گرما رد و بدل نشه میبندنش معمولا، الان بازه به خاطر این هوا گرمه. یه فصل کوچیک هم رو بزنیم. خب نیستم اینجا نکته حائز اهمیت نداره، فقط این راه رو مدیریته که اتاق میز باشگاه صنعت معدن و دارالفنون و اتاق رئیس دانشگاه اینجا. این ماشین هم که اینجا میبینید ساخته دست بچه‌های مهندسی، از هیچ ساختنش درشون میگن. البته من از موقعی که یادم اینجا میام که یک سال میشه این ماشین روشن نشده، خاک گرفته. بریم سمت راهروی مهم سی که ورودش باشه با این دستگاه عجیب غریب از همون سری دستگاه های آقای فیلمدار اسمش چی بود؟ وندینگ میشین. از همون هایی که این دفعه با من کارت کار میکنه منطقه. بریم باید راه رو سی بشیم اگر موافق باشیم. خب دوستان رسیدیم به یکی از مکان های عجیب غریب مهندسی که متخلص به سایت هم روی که میبینیم کار کامپیوتر و سیستم واسه انجام کار مربوط به سیستم و بیر چیزاتون. به جرات میتونم بگم میزان اطلاعات و دیتایی که تو این سایت رد و بدل میشه چه توسط انسان چه توسط کامپیوترها از میزان اطلاعاتی که روزانه تو بانک مرکزی ایران رد و بدل میشه بیشتره. خیلی عجیبه.
و اینکه استحاب و استرس بچه ها سر انتخاب های تو اینجا عرق ریختنشون از عرق ریختن بازیکن های رئال مادرید و بارسا تو الکلاسیکو هم بیشتره. خب یه نمای کلی از سایت بریم آقای فیلمبردار. این پلاک های زردی هم که میبینیم مال آقایونه، این پلاک صورتی های هم که مربوط به خانم های تو سمت چپ سایت قرار داره. بریم از سایت بریم. آه، یه چیزی هم که یادم رفت تو این راه روی سینما گفتم، این کلاس ها نقشه کشی و نقاشی دونه که 3 ساعت نسبتا سخت پیش میزنیم و مجبور به نقاشی کردن رو کنیم. اما از نظر من که عجیب تر مکانه این فضایی که قرار شده به نام به نام سالن مطالعه که اسمش صرفا سالن مطالعه مون تا خب اگر کسایی که اینجوری باشون قبول داشته باشن هیچ عملی به نام مطالعه توش انجام نمیشه و هم موقعی که از اینجا ما میخواییم رد بشیم میشون تقریبا کلی موقت میگیره. اوز میخوام جسارت خاصی نباشیم به قشری که قرار این تو بدن و اینکه این راه چیز دیگه نداره. ها فقط یک مکانی داره بنده نمازخونه دانشکده مهندسی که دقیقا همینجا 2 طبقه بالاتر. آره اونجا و آخرش هم که یه فضا داریم به نام کافی شاپ که میتونید کافیاتون رو توش بشاپین. بریم سمت بستان دوم. خب دوستان دیگه کارمون با محیط داخل دانشگاه تموم شد و میخوایم که از در خارج شیم از دانشگاه. یه فصل بزنیم آقای فیلم بردار. در دوم مهندسی که در غربی دانشکده و معروف به در حوض بین ما مهندسا به خاطر اینکه یه حوض جلوش گذاشتن بود. همونجوری که از بافت جدیدش هم مشخصه این در تازه تأسیس شده به خاطر دسترسی بهتر شما به سمت کارگاه‌ها و سلف و اینجور چیزا. اهداف دیگه هم ازش دنبال می‌شده که خوشبختانه به اون اهدافشون رسیدن. یک نمای کلی هم بگیر آقاشون بردارد. خب دوستان میریم سمت کارگاه. آقای فیلم بردون بالا چیکار میکنی؟ بیا پایین عزیزم، بیا بیاین گلای توضیح بدم برشون. گل آفتابگردون که میبینی یکی از افتخارات دانشکده مهندسیه. مثل گل آفتابگردون واقعی با آفتاب میچرخه، خیلی هوشمند هست و تولید انرژی میکنه با پنل‌های خورشیدی که روش نصب شده. از این رد شیم یه فست تا کارگاه بزنیم. خب بچه ها این دوتا فضایی که مشاهده میکنید فضای کارگاهتونه، دوتا ساختمون بزرگ تا اون ته که این ور کارگاه های جوش و ماشین ابزار و اون ور هم که کارگاه اتومکانیکتون تشکیل میشه. تایم 3 ساعتی داره کارگاهاتون، نسبتاً طاقت فرسا و سختمون تا میتونی ازش نمره خوبی بگیرین اگه بچه‌ها خوبی باشین. بعدش هم که نکته خاصی دیگه نموند بریم سمت اتصف. بعدا فصل رو استاپ کن به اینجا این افق زیبای بین کارگاه ها نشون بده. این افقه که میبینه بچه ها یه افقه بسیار زیبا برای گرفتن عکس های پروفایل و محو شدن تو افقشه. میتونید اینجا محو بشید. توضیح خاصی ندم بریم تا جای صفر. بچه ها اونجا هم که مشاهده میکنید مکانیه به نام سلف که میتونید توش غذا بخورید و از پورتالتون غذا بخرید بخورید. غذای نسبتا خوبی هم داره، نسبت به قیمتش خوبه، ولی ممکنه چیزای بدی هم توش مشاهده کنید. حرف دیگه هم ندارم بریم سمت پل بطری.
اینجا هم یکی از مکان‌های رمانتیک دانشکده مهندسیه که میتونید توش عکس مکس بگیرید، مثل همون مکان‌های رمانتیک داخل دانشکده مهندسی بود. این هم که ماشین آتش نشان قدیمی اینجا بود. من یک شعر نوستالژی ازش استفاده کنم. خیلی هم زیبا باشه. یه فست دار چاپ و تاکسی بزنیم. اینجا هم تایپ تاکسی دوم دانشکده مهندسیه که از امکاناتی مثل اسکن گرفتن و پرینت گرفتن برخورداره که اون تایپ تاکسی شماره 1 که دانشکده مهندسی نداره. مغازه کنارش هم مغازه لوازم تحریره که فقط لوازم تحریر نیست، توش سیدی نرم‌افزار و بازی و دسته گیم و ماژیک و اینجور چیزا هم میفروشن. از اینجا به بعد بریم که برسیم به یکی از مکان‌های مهم خارج دانشکده مهندسی که خب به خاطر اینکه مربوط به شیکمه مهمه که اسمش باشه تریا، اسمش هم عقاقیای به نظر. این پیرنه هم که اینجا می‌بینید پیرنه منه که از اتاق فرمان دستور دادن عوض کنم، نمی‌دونم مثل اینکه بو گرفته جا گذاشتیم خوش بشه. خب وقتی که سلف رو رزرو نکردیم میتونید بهش مراجعه کنید. انواع اقسام غذاها، نوشیدنی‌ها و خوراکی‌های داره. از غذاهای مطرح و مهمش میشه به ساندویچ نیم متریش اشاره کرد که قبلا خوشمزه تر و الان به خاطر اینکه سوسیس خوراکی مونده که اینجور چیزا رو زدن بهش یکم بدمزه شده. منتها غذاهای عجیب غریب دیگه هم میاره، مثل کله پاچو و بعضی وقتا دیزی و آبگوشت و ماهی و و و و یه سه چیز دیگه. بیان اینجا، این ورش مردونه، اون عقبی هم که زنونه. یه فضای مشترک هم داره که بیرون گذاشتن و اینجا هم نیست، اون عقبه. از تهی هم که رد بشیم دیگه هر فایسه گفتن نمیده. خب بالاخره رسیدیم به پایان خط در مکانی معروف به پل صراط، همین پلی که در مقابل بنده مشاهده میکنین. در طی این کلیپ سعی شد هر مکانی که حداقل تا دو سه ترم آینده باهاشون سرکار دارین معرفی بشه. امیدوارم هیچ محل مهمی هم جا نمونده باشه از این جهان وسیع و تو در توی مهندسی. سر همین پلم از هر فرد یا افرادی که احساس کردن مورد سخره قرار گرفتن حلالیت میطلبیم. هدف ما هم از تهیه این کلیپ معرفی دانشکده بوده، البته با کمی چاشنی طنز و قطعاً حتماً قصد اونجا ساعت نبوده. ما یعنی اعضای تیم کلیپ امیدواریم برای کلیپ های آینده مسئولین مساعدت و یاری بیشتری با ما بکنه. در پایان هم از همگی شما که وقتتون رو گذاشتین و فیلم رو تا آخرش تماشا کردین تشکر میکنیم و امیدواریم که از چند دقیقه که کنار هم بودیم لذت کافی رو برده باشین. اگر نبردین که خب نبردین، به ما چی؟ نمیشه که به زور ببرین که. موفق و خیلی معید باشین. توجه کنید، آمارهای داده شده و یا درصدهای ذکر شده تماماً کذب محض و یا استنتاجی از قوه تفکر راوی بوده و هیچ گونه توجهی لازم ندارد.